دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران. بی دادگاهی در تهران، عبدالله قاسم‌پور را به اتهام عضویت و تبلیغ و همکاری با سازمان مجاهدین به اعدام محکوم کرد. این بی دادگاه سه زندانی دیگر را با اتهام مشابهی به 5 سال و نیم زندان محکوم کرد. مقاومت ایران سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای نجات جان عبدالله قاسم‌پور و دیگر زندانیان سیاسی فراخواند. خامنه‌ای شکست برجام را تماماً به گردن باند روحانی و تیم مذاکره کننده اتمی انداخت و درخواست روزهای اخیر روحانی مبنی بر بازنگری قانون اساسی را رد کرد. وزیر خارجه آمریکا: هدف کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ بر رژیم ایران برقراری امنیت و ثبات در منطقه است. استیون منوچین: تحریم‌های اعمال شده علیه رژیم ایران بسیار تاثیرگذار هستند. سناتور تام کاتن: نباید هیچگاه فراموش کنیم رژیم ایران یک رژیم خلافکار است. سیل در روستای ناهوگ از توابع شهرستان سراوان چندین خانه را تخریب و چند خودرو را با خود برد. ارتش آزاد سوریه یک پاتک انجام دادند و چند روستا در حومه حما را بازپس گرفتند.